الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل الدوم درس اول رژیم مابری و ارتباطان با علم هیدرولیک. رژیم مابری برات از مجموع قواعد آبیاری ساحه تحت زر است که در حل مسائل هیدرولیکی رول بس مهم را ایفا میکنند. و یا رژیم مابری برات از مدیریت آبیاری است که مدت زمان، مقدار آب، کیفیت آب، نوع نبات و وقفه بین آبدهی، مقدار آبدهی را چی میکنند در بر دارد. ما در هیدرولیک رژیم آبیاری بدون رژیم آبیاری ما نمیتونیم کانال دیزاین کنیم. به خاطر از اینکه مقدار جریان در کانال معمولا توسط فرمولای شیزی و مانعی ماست میشه، اما مقدار جریان مورد نیاز گیا در ساحه به اساس پارامترهای هواشناسی که مربوط رژیم آبیاری است تعیین میشه. تا زمانی که ما مقدار جریان در ساحه نفهمیم، مقدار جریان در کانال تعیین کرده نمیتوانیم. عمق آب در معمولا در دیزاین کانال ها عمق آب عرض بستر کانال محاسبه میشه توسط فرمولای هیدرولیکی، اما تعیین مقدار جریان در کانال در خط میکنن و یا در شروع ساحه به اساس رژیم آبیاری تعیین میشه. اول در قدم نخست نرم آبیاری گیاه تعیین میشه و نرم آبیاری گیاه با دانستن پارامترهای هواشناسی مانند حرارت، رطوبت نسبی، ساعت روزهای آفتابی، مقدار تشعشعات آفتابی بلی محاسبه میشه و بعدا با دانستن نرم آبیاری گیاه و مساحتهایی که بذر میگردن مقدار آب مورد گیاه محاسبه میشه. سالسن برویت مقدار آن مورد نیازگی و برندگی سوه مورد نظر میتونیم که مقدار جریان کانال رو محاسبه کنیم و به اساس مقدار جریان کانال ساحه کانال میتونه که دیزاین شه. خود رژیم آبیاری پیشتر گفتم که عبارت از کنترل و مدیریت آب است که از لحاظ کیفیت کمی از زمان مدت زمان برای سایه تدابیری مناسب باشه. یعنی رژیم آبیاری با رژیم غذایی کاملا یک چیز است که رژیم غذایی ما چی وقت چقدر در کدام زمان چقدر بخوریم، چقدر آب بروشیم، چقدر غذا بخوریم، چی وقت بخوریم، کدام مقدار بخوریم، کدام کیفیت بخوریم. این رژیم آبیاری مانند رژیم غذایی است. پس رژیم آبیاری مسئول زیر در بر میگیره دلتا است. دلتا به حرف دلتا نشان داده میشه که عبارت از مجموعه اون قابض که در طول دوره رشد مو برای گیاه داده میشه. مثال زمانی که ما زمین اوتر میگیریم تا زمانی که آخری آبدهی که میکنیم و حاصل درو میشه تا آخرین آبدهی، تا نوم زمان آخری آبدهی که دیگه گیاه پخته میشه. اینی را مقدار آبی که مثال گندم از 3 دفعه میتیم، 4 دفعه میتیم، مجموع عمق آب عبارت از دلتا میگن. و مامتر یا سانتیمتر اندازه میشه که توسط دوزی رابطه تعیین میشه. 8.64 ضریب تبدیلی است. از شبانه روز به ثانیه و از هکتار به متر مربع. و بی عبارت از 20 پیریود میگه یا از زمان دوره رشد و نمو که از زمانی که زمین وتر میکنیم تا زمانی که آبدهی آخر میشه، آبدهی آخر که میدیم، این مدت زمان آبدهی بین آبدهی، مدت زمان آبدهی بین آبدهی که قبل از کشت بخاطر وتر ساختن و زمان آبدهی آخری آبدهی که دیگه پخته میشه. و دی عبارت از دیوتی میگن یا چی است؟ ظرفیت یا مقدار آبی که برای یک هکتار زمین میدیم. می‌بینید؟ بیشتر توضیح کردم دیوتی، گفتم که در مثال اگر من مقدار جریان 3 متر مکعب بشنم برای زمین، برای زمین با مساحت 5100 هکتار تا آخر فصل ضرور باشه، دیوتی چطور محاسبه میشه؟ دیوتی ازی چون هکتار است، ما میتونیم راستن هکتار 5100 تقسیم مقدار جریان کنیم، دیوتی پیدا میشه. اما از رابطه قبلی هم میتونیم که پیدا بکنیم در صورتی که دلتا معلوم باشه. مثلا در اینجا 5100 تقسیم 3 متر مکعب کنیم هکتار بر کیومیک پیدا شد. یعنی واحد از این هکتار بر کیومیک است. و دیوتی رو میتونیم از این رابط هم پیدا کنیم که طور که پیشتر ما توضیح کردیم مدت دوره رشد نمو 20 پیریود پیشتر گفتم که مدت زمانی است که از اولین آبدهی که برای وتر ساختن زمین داده میشه الی آخرین آبدهی. معمولا این مدت بین 130 تا 160
رابطه قبلی است که بیشتر که ما دلتار پیدا میکنیم، پس از اون فرمول ما میتونیم که رابطه بیره پیدا بکنیم یا بیس بیریدم زمان گیا چیز. فرق بین مدت رشد و نمو و زمان گیا چیز. زمان گیا زمانی که ما بسر میکنیم، این رو زمانی که درهو میکنیم. همه مدت دوره رشد و نمو بیس بیریود دیگه چیز است. زمانی که اولین آبدهی رو میکنیم بخاطر وقت ساختن الی آخرین آبدهی. اما زمانی گیا زمانی که کشت میکنیم این رو زمان درهو. فرق زیری میست که ایدر وجود 120 الی 140 رو در رو میکنیم. مقدار چیزیان مخصوصا مقدار آبه که برای یک هکتار زمین در یک ثانیه داده میشه. وایش لیتر فی ثانیه فی هکتار است. معمولا در افغانستان موسم در شرطی که شهر موسم باید ماسه باشه و مطار تخمینی قبول کردن که در وجود یک الی 1.1 لیتر فی ثانیه بر یک هکتار زمین بر اساس زراعتی ضرورت است. این معمولا از روسیه میانه و از کالیفرنیا امریکا و از جنوب امریکا اقتباس شده. تعداد آبدهی چی است؟ تعداد آبدهی مثال گندم چند مرا میتوان میدیم؟ 3-4 مرتبه. در جای غوری مثال 6-7 مرتبه بخاطر که زمینش چی است؟ ریگی است. مقدار جریان غیر خالص یا گراس دسچارج یا آر برود دسچارج میگیم، مقدار جریان در روی هر کانال به نام مقدار جریان غیر خالص هست میتونن که به متر مکعب ثانیه اندازه بشن. وقتی که در ختم کانال میرن اما مقدار جریان کم میشه بخاطر اینکه آبش یک مقدار تبخیر میکنه، یک مقدارش هم نفوذ میکنه در خاک. او رو به نام مقدار جریان خالص یاد میکنیم. یعنی مقدار جریان خالص در ختم کانال، مقدار جریان غیر خالص در شروع کانال. پس مقدار جریان خالص ضایعات هم در بر میگیره در نفوذ و در تبخیر مسائل. پس کوی بروتا یا مقدار جریان در شروع کانال مسائل و کوی مقدار جریان خالص جمع انفلتریشن یا نفوذ یا جمع تبخیر. ما میتونیم که الفا را پیدا کنیم به وسط فرمول قبلی. الفا چی است؟ فیصدی پیداوار زراعتی و سهمیه پیداوار. مثلا یک مساحت یک ساحه 100 هکتار است. اگر ما 100 هکتار 20% سبزیجات مطابق 80% گندم کشت کنیم، پس این 20% چی است؟ سهمیه پیداوار سبزیجات است و سهمیه پیداوار گندم 80% است. تی عبارت از مداومت آبدی به شمار روز است که معمولا باید دمی مدت باید آبیاری شد مدومت آبدهی به شبانه روز. مثال بین آبدهی اول، بین آبدهی اول دوم، بین آبدهی دوم الی سوم. این مدت معمولا بین 10-15-20 شبانه روز. و این مبارس از نرم آبدهی یا مقدار آبدهی که برای یک اکتاز می داره یک دفعه آبدهی داده میشه. و 86-84 مزدری به تبدیلی از روی بسانه از فرد متر مکعب بلی تر. تعداد آبیاری رو بیشتر گفتم برای شما. مقدار جریان غیر خالص بیشتر هم برای شما گفتم که در فرمول فوق مقدار جریان غیر خالص که گفتم که توسط از این فرمول پیدا میشه قبلا پیدا میشه. اما مقدار جریان نت تا یا مقدار جریان غیر خالص که نزدیک به ساحه است کیو زبر ضرب اف میشه. کیو زبر اون نمو مقدار جریان مخصوصه یا ایر مدود است که برای صفات در یک لیتر اشاره یک لیتر فیزیان قبل مندم تاره یعنی خالص یا معمول است یک لیتر برای یک لیتر فیزیان یا برای یک هکتار زمین قبل میشه ضربه مساحت میکنیم اف مساحت است و مقدار جریان خالص پیدا میشه دیگه به این ترتیب یا ای یا اف هر دوش تخمینا یک چیز در اینجا ای است اما در اینجا اف است هر دوش یک چیز است یعنی ای یا اف مسیر در اینجا اشتباه شده خیر و انفلتریشن چی است؟ انفلتریشن عبارت از تراوش یا نفوذ در طول کانال به لیتر فی ثانیه است که در خاکهای مختلف تبر زیر محاسبه میشه. کینیس ال عبارت از طول کانال است و کوینیت هم مقدار جریان خالص در شروع کانال است و بیس از ضریب ضایعات نفوذی نسبی است که نظر به نوع خاک تبر زیر محاسبه میشه. مثال ضایعات و ای وی عبارت از ضایعات در تبخیر است که حدود 5-10% ضایعات در فلتریشن در نظر میگیره. پس ضریب ضایعات نفوذی نسبی سیگما برای خاکهای گرسنگی تا زیر محاسبه میشه کیونیتا. کیونیتا معمولا متوجه میشیم به متر مکعب فی ثانیه وضع میشه و این برای چیز برای خاکهای گرسنگی است که از رابطه ترجیبی پیدا شده باز ضریب ضایعات نفوذی نسبی برای خاکهای گل دیگدار متوسط و سبک تا زیر محاسبه میشه و همچنان ضریب ضایعات نفوذی برای خاکهای گل دیگدار سبک
زه گل رگدار سبک ما متوسط تو زیر استفال مونه و همچنان زیر بی نافذ برای خاکای ریگی تو زیر محصول بشه. مثال اگر طول یک کانال 4000 متر باشه نهایت خاک مسیر یک کانال دیگه گل رگدار سنگین باشه و مقدار جریان در خط میکنه که یونیت توسعه به 4 متر مکعبی ثانیه باشد مقدار جریان در شروع کانال محصول میکنه. اینی منبع است و این طول کانال است. این مقدار جریان در شروع کانال توی بروتا و این مقدار جریان در خط میکنه است. طول کانال چند است؟ 4000 متر است. پس مقدار جریان رو دیگه ما پیدا میکنیم. درسته طول کانال 4000 متر باشه. پس چی میگویم؟ مساحت شما چقدر است؟ 4000 هکتار زمین است. پس اول کاری که میکنیم چی میکنیم؟ کیونیتا رو پیدا میکنیم. کیونیتا داریم 4 متر مکعب زمین. پس جمع زیاد در فلتریشن میکنیم و جمع زیاد در تبخیر میکنیم مسیر به توی بروتا. یعنی کوی بروتا مسایز به کوی نیتا جمع کوی انفلتریشن 4 متر مکعب فیزنیا داریم کوی نیتا جمع انفلتریشن جمع تا فیزنیا انفلتریشن بعد این انفلتریشن ما داریم تو دو کانال داریم 4000 متر کوی نیتا رو داریم 4 متر مکعب فیزنیا ایلی با متوجه باشیم که بعد تر وزن میشه اما سیگما را وقتی که ما سوال میکنیم نویت خاک معلوم است گل ریگدار سنگین است و هم کوی نیتا رو با متر مکعب فیزنیا وزن میکنیم بالاخره کوی انفلتریشن از توجهتون.